سلام، مهمان این هفته برنامه بدون تعارف متولد محله مسجد سید اصفهانه، 55 سال است. پدرش از پهلوانان ورزش و مداحان خوشنام نصف جهانه. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه در اومد. رزمنده دوران دفاع مقدس و همرزم شهید حسین خرازی در لشکر 14 امام حسین علیه السلام بود. او امروز پس از سالها خدمت در ناجا فرمانده نیروی انتظام است. ما اول چقدر اجازه داریم با رئیس پلیس بدون تعارف صحبت کنیم؟ جرأت داشته باشیم یا نه؟ نه، شما که الحمدلله جرأت دارید به همه هرچی میخواید میگین و صحبت کنید، با ما راحتی راحت باشید، نگران نباشید. خیلی از ماها تو دوران کودکی از همون پرسن چی کار میخواییم بشیم، میگیم میخواییم پلیس بشیم. بله، رئیس پلیس کشور. الان مثلا تو دوران کودکی اینطوری بودن؟ از همون دوران بچگی پلیس رو دوست میداشتیم، یعنی میدیدیم با اینها علاقه داشتیم، ولی اینکه حالا بیایم نیرو انتظامی یا اینجا و اینا تو فکرمون اینجور نبود. فرزند برومند زاکر اهل بیت زنده یاد اشتری اصفهانی. من یه مراسمی دیدم توی پیر غلامان اصفهان، گفتین هرچی من دارم مدیون پدر هستم. افتخارم اینه که فرزند مرحوم استاد مرتضی اشتری بودم. هر چه دارم از پدر است. همه برخیز ببین یزید با سر بریده بابام حسین سمی کنم. پدر مرحوم ما شاعر اهل بیت بودن، 4 جلد کتاب شعر نوشته بودن و مداح اهل بیت هم بودن و رئیس هیئت مذهبی استان اصفهان بودن. پیر غلام بودن در سن تقریبا حدود 82 سالگی به رحمت خدا رفتن. شاگردای زیادی هم داشتن، فکر میکنم حدود 200-300 شاگرد هم تحویل دادن از مدعای خوب. جزو مدعایی هم بودن که بابت خوندن هیچ موقع وجهی نگرفتن. بهر هر درد دواییست به عالم مخصوص، به جز از تربت این شهر که به هر درد دوا. چجوریه؟ خیلی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی اصفهانی هستن. ایشون خودشون هم اصفهانی هستن. فرماندهم اصفهانی هم با افتخار. ما علاقم شما رو خیلی دوست داریم. بس اصفهانی بوده شما. اینکه شما فرمودین فکر کنم خیلی زیاد باشن. 2-3 نفر ما بیشتر اصفهانی نداریم. ولی تو رسم بودن. ولی چون لهجهشون خیلی مشخصه، خیلی تو چشم میزنه. نه از شهرهای دیگه بیشتر داریم ما، اگه بخوایم جمع بکنیم بیشتر داریم. صدش شاید دوز زده به خودتون. سالهای 64 و 5 بود از اتفاق من لشکر جبهه اومده بودم، مرخصی چند روزه بودم، این موتور داشتم دستم بود، من خونه گذاشته بودم موتورم بردم و یه بار زدن به من. الان بستاری ببینن فکرم سری برگردن حالا دیگه باشم. سردار این عکس شما رو یاد چه روزایی میندازه؟ سال کنم اشتباه نکنم 1360 هست، در شهرک دارخوین مقر لشکر امام حسین علیه السلام. خب خوبه اینجا اشاره ای هم بکنیم به شهید خرازی، فرمانده لشکر امام حسین. خیلی عشق به انقلاب و امام داشت ایشون، فکر بسیار بازی داشت، یعنی طراحی هایی که ایشون کرد برای عملیات ها جزو نمونه های فرماندهان بود. خیلی علاقه به نیروهای بسیجی داشت ایشون، یعنی اصلا همه میدونستن. خیلی پخش کنیم دارو باجون دوال قرارگاه بدون کی اول یا شهادت بیوال. آب اجازه است بخوریم؟ بله آیس میکنم. صدر میخوام اینم اهل فیلم و سینما هستین شما؟ بله فرصت بکنم من. بعد این چجوریه تو فیلم ها اکثرا میبینیم پلیس ها آخر کار میرسن، یعنی دزدی انجام شده مردم گرفتن بعد ماشین پلیس داشتن. آقایون کارگردان ها کم لطفی میکنن، واقعا اینجور نیست، خوب منعکس نمیشه. ببینیم ما کلا خوبی های کشورمون رو خوب نمیتونیم منعکس کنیم. دفاع مقدس چقدر تونستیم فیلم بسازیم، سریال خوب داشته باشیم که دفاع مقدس ها برای مردم، برای نسل فعلیمون بیان بکنیم. بنده معتقدم همین جورم نیروی انتظامی رو نتونستیم، پلیس رو نتونستیم معرفی کنیم به مردم. شما باید کمک بکنید، یه پلیس مقتدر نشون بدین، یه پلیس وظیفه شناس نشون بدین.
مردم چون میگین سر و کارشون با این کلانتری هاست، یک حکم جلب داری میخوای بری مأمور بگیری، میگن مأمور نیست، برو فردا بیا. آقا متهم داره میره، قبول دارید اینو؟ بله. عمده همکاران ما وظیفه شناسا دارن کارشون، یه بخش هایی هم وظیفه‌شون انجام نمیدند، ما تعصب نداریم که خود ما داریم رسیدگی میکنیم، ولی این که همه اینجور باشد نیست. یه بخشش واقعا علتش اینه که ما حجم کار و مراجعات به ما زیاده، تعداد نفرات ما و امکانات ما کمه، یعنی یک جایی اینقدر این مأمور خسته میشه. البته من نمیخوام توجیه کنم حالا پس هر مأمور خسته شد جواب نده و جواب سر بالا بده، اینا نه، با اینا نیست، ولی یه مقدارش اینه. یه مقدار متاسفانه بعضی از مأمورین رعایت نمیکنن. ما سامانه 197 رو داریم برای انتقادات، پیشنهادات، راهکارها، هر گله‌ای دارن مردم بکنن. بعد شما از 110 و عملکردش راضید؟ از اون تایمی که برسن سر صحنه استاندارد هست؟ ببینید سال گذشته 27 میلیون تماس با ما گرفته شده با 110. 17 میلیون از این تماس ها عملیاتی شده، رفتن. اصولا اظهار رضایت هست، ولی در هر صورت ما این را قبول داریم، ایدئال نیست کار ما، اشکالاتی داره، ولی سعی کردیم که اون زمانه را کوتاه‌تر کنیم بر رسیدگی. خودتون صدر مهمترین انتقادتون چیه به نیروی انتظامی؟ انتقاد من به همکارانم اونجایی است که این تأخیر را داریم تو هر کاری، هر جایی که ما از اون وظیفمون نتونستیم خوب وظیفمون رو عمل بکنیم، با تأخیر بود، دیر بود، متوجه نشدیم که وظیفمون چی بوده در قبالمون، اتفاقی که افتاده بنده این انتقاد رو دارم. بچه های شما با حقوقای بسیار ناچیز دارن کار میکنن و زحمت میکشن، اینو میخوام راجع به صحبت کنید. حق اینه که و عدالت اینه که اینها بیشتر حقوق بگیرن. ما سال گذشته یه گامی برداشتیم، تقریبا هر چیزی زیر دو بود و به دو رسوندیم. واقعا ما شرمنده کارکنان ما از این بابت هستیم و ما باید به دو تا گام دیگه این شکلی برداریم. جسارت نکرده باشم در زمینه بحث‌های مالی صحبت‌هایی می‌کنن، در خصوص حالا یه تعداد کمی از نیروهای پلیس میگن پول می‌گیرن مثلا کاری می‌کنن، اینطوره واقعا؟ ببین من رد نمی کنم که این اتفاق نمی افته، ولی ما از این نمونه ها تعداد کمی داریم، ولی این کمش هم برای ما زیاده، یک نفر هم زیاده، ولی سازمان ما به نسبت همه این چه که گفتم گستردگی اختیارات مأموریت یک سازمان پاک دستیه. اونها رو هم اگه مردم به ما معرفی بکنن ما سریعا عکس‌العملشون میدیم. نیروی انتظامی جزو جناح‌بندی‌های سیاسی هم قرار میگیره؟ نیروهای مسلح اجازه اینکه ورود پیدا کنن تو دسته‌بندی‌های سیاسی ندارن. ما نیروهای مسلح یه فرمانده داریم، مقام معظم رهبری فرمانده مونه، حواسمون به ایشونه، ایشون چی میگه کاری به کسی دیگه نداریم. همه برای ما محترم هم، همه عزیز هم، ولی فرمانده ما یکیه. قانون دست ماموران شما رو بسته در بعضی جاها، مثلا یه درگیری میشه از سلاحش استفاده نکنه. بله، مثلا مامور ما توی دریا مثلا با یه باند قاچاق مواد مخدر، یک قایقی داره مواد مخدر میبره، خب تراب وای نمیشه، میخوان تیر اندازی کنم، یعنی از کمر به پایین باید بزنی، توی پاش بزنی، اصلا کمر به پایینش تو قایق نشسته، ما نمیتونیم ببینیم، ما چه بالات نیستیم چه از پایین داریم میریم، شما اجازه بده اینجا ما از کمر به بالا بزنیم. حالا یه جوری نشه سردار که اون جایی هم که کمر به پایین معلومه اینا کمر به بالا رو بزنن؟ نه، همیشه افراط و تفریط هست. نه نه، واقعا ببینید من الان میگم قانون به کارگیر سلاح قطعا باید رعایت بشه، اون جسارت نگیریم از مامورین، یعنی کاریش نکنیم که برعکس. بله، بگید نزنم پیگیری نکنم راحت ترم، این نشه. اگر ما به این مرحله رسیدیم مردم ضرر میکنن، نیرو انتظامی ضرر نمیکنه. دوا
بسعداد، چقدر پلیسای ما با استانداردسازی جهانی میتونیم مقایسه کنیم؟ نزدیکن؟ بعضی میگن این نمیخوره، مثلا چاق و توپل و اون استاندارده نیست. اصلا یکی از شرایطی که وقتی یکی میخواد بیاد ورود به پلیس پیدا کنه، یکی شرایط جسمیش هست. بس اینها رعایت میشه، حتی وزن. ما اون نرم رو رعایت بکنیم، از یه حدی پایین‌تر نباشه، از یه حدی هم بالاتر نباشه، رعایت کردیم دیگه گزینش‌هامو و مؤثر هم بوده. یعنی بعضی موقع یک مأمور وظیفه شناس ما به اندازه 10 نفر و صدها تجهیزات برای ما داره کار میکنه. پس باید به شما برسن، باید به این دستگاه برسن، امکانات، تجهیزات، نیرو. حالا شما ان شاءالله بگین، ما که خیلی گفتیم، شما هم بگین، مسئولین مربوطه که دعوت میگیرین ازشون بپرسین آقا چه کمکی کردید به پلیس. تو جاده داری میری، یهو یه پلیس میپره پشت تپه جلو آدم، اصلا احتمال داره بریم تو. بله بله، به هیچ عنوان مامورین ما این اجازه رو ندارن که کمین بذارن. آقا میذارن ولی نباید بذارن. توصیه ما اینه که همچی کاری نکنن، هم برای جان خودش هم برای رانندگان. یه دفعه هول میشه اون راننده ممکن بزنه رو ترمز، اتفاقی بیفته، ماشین پشتی بزنه بهش. این کار تاکید کردیم، مجددا باز میگیم که این کارو نباید بکنن. این رو پرسم سعدا، شما رئیس پلیس کشورید، به هر حال شده سفارش فرزندانتون، دوستانتون، رفقاتون رو جایی بکنید؟ به هر حال بنده تا حالا سفارش اینجور نکردم. حالا صدا منو همه میشنون، اگه نمونه ای دارن به شما بگم. یعنی پلیس هم بگیره مثلا بستگان شما رو بگیره؟ اگر تا... سردوشتری هم بله، من میگم که این میگم اول جریمش بکنید، به خاطر اینکه نشونی داده، آدرس داده، به خاطر این دوبله جریمش بکنید. یعنی هر کسی بدونه. خوب شد گفتیم، من خواستم آخرش با شما عکس بگیرم که هر جا خواستن جریم. بدون تعارف تا این جملتون رو به دوربین و خطاب به مردم. بله، نیروی انتظامی حدود 13,000 شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلام کرد. ما تا آخرش هستیم برای امنیت مردم، حفظ جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، آبروی مردم به عهده ماست. تا روزی که این لباس رو پوشیدیم، سر این با هیچ کسی معامله نمی کنیم، نمی گذاریم و تا آخرش وایستادیم که یه خدمتگزار خوبی انشالله برای مردم باشیم و سرباز خوبی برای نظام و ولایت انشالله باشیم. خیلی مشکرم. درود بر شما.